جناب محترم قاری صاحب نام خدا قاری عبدالظهور در پروی ازی که حافظ قرآن مبارک است، یکی از شاعرهای بهترین است و بسیار ترکیبات زیبا در واژه ها و کلمات و اشعار و غزل خود دارن و یکی از غزل خودشان هم میخواستن بخوانن ولی غزلشان عاشقانه بود. باز ما ازشان خواهش کردم گفتم اگر میتونی غزل عارفانه بخوان بیا از عاشقانه عاشقی هم دم جوانی هم میزگر میرمانی حدیثه خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی هرچه میزی بد همان کن، نمیگوییم چنین کن یا چنان کن. الهی هرچه میزی بد همان کن، نمیگوییم چنین کن یا چنان کن. چه داند بنده اسرار خداوند، الهی هرچه میزی بد همان کن. درود بر روان پاک ناجی بشریت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و درود بر روان پاک جمیع شهدای کشور عزیز ما افغانستان. محترم حاجی صاحب زرغون، شاعر فرخته و نامدار کشور ما که واقعا کوشش های فراوانی را در راستای حفظ میراث های فرهنگی افغانستان به خرج دادند. بزرگان، جوانان و سایر اعضای مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کسب اجازه از حاجی صاحب و سایر حاضرین در مجلس می خواهم یک پارچه غزل بیدر صاحب را دکلمه کنم. نیستی پیشه کن از عالم پندار برا، نیستی پیشه کن از عالم پندار برا، خیش را کم شمر از زحمت بسیار برا، تا به کی فرصت دیدار به خوابت گذرد، تا به کی فرصت دیدار به خوابت گذرد، چون شرد جهد کن و یک مژه بیدار برا، خود فروشی همه جا تخته نموده است دکان، خودفروشی همه جا تخته نموده است دکان، خواه در خانه نشین خواه به بازار برا، سرسری نیست هوای سر بام تحقیق، سرسری نیست هوای سر بام تحقیق، ترک دعوا کن و لخت بسر دار برا، ناله هم بی مددی نیست به درگاه قبول، ناله هم بی مددی نیست به درگاه قبول، بال اگر مانز پرواز به منقار برا، شمع را تا نفسی هست به جا باید سوخت، شمع را تا نفسی هست به جا باید سوخت، سخت با مانده ای از پای خدای خار برا، تکیه بر عافیت از قامت پیری ستم است، تکیه بر عافیت از قامت پیری ستم است، بدل از سایه این خم شده دیوار برا، نیستی پیشه کن از عالم پندار برا، خیش را کم شمار از زحمت بسیار برا. سپاس، تشکر از توجهتان. بسیار عالی قاری صاحب، بسیار خوش آمدین، خیلی ببینیم برکت انشاءال روحانیت بیدر صاحب شاد میشه. گرشم عاشق با عالم، گرشم عاشق با عالم، زاشقان بیدنم در سرای معرفت از خادمان بیدلم، گرد بر جا مانده از کاروان بیدلم، بی یقینی داشت عمر در گمان بیدلم، بی یقینی داشت عمر در گمان بیدلم، عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم، عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم. و کمک اینم هم اضافه ساختیم حضورتان عرض کنم. من مرید خاک نشین آستان بیدلم، من مرید خاک نشین آستان بیدلم،
ذروارم در مسیر کاروان بیدلم، خادم این خانقاه و گلستان بیدلم، خادم این خانقاه و گلستان بیدلم، بی یقینی داشت عمر در گمان بیدلم، عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم. و حال نوبت میرسه به جناب همایون منصوری، دوست عزیز ما، آدم خوش‌ذوق، خوش‌سلیقه، نام خدا شعرهای زیاده را نام خدا در حافظه دارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب و تعظیم و تسلیم خدمت همه شما بزرگواران، بزرگان علم و ادب، استاد گرامی. سپاس بیکران از اینکه به یقین فرصت نمایت فرمینده که چند کلمه در باره بیدل داشته باشید. نفس گداخته آداب ستایش به کدام جرد زبان گوشاید که از وصف پیر طریقت حضرت ابوالمعانی بیدل صحبت کند. ولی من میخوایم نظر بسیار کوتاه و مختصر داشته باشم نتیجه پژوهش بزرگان و بیدل شناسان بکر و زبان.